سلام، محسن رضایی هستم و امروز قراره که در مورد باتری یا چرخش لگن تو اسکلت عمیق صحبت کنیم. ببینیم که آیا این چرخش لگن آسیب به ستون فقرات وارد میکنه یا نه، اصلا چرا اتفاق میفته و چجوری میشه حلش کرد. اما قبل اینکه شروع کنیم، اگه هنوز هم سابسکرایب نداری، اول با روی اون دکمه سابسکرایب کلیک کن که ویدیوهای بعدیمو از دست ندی. بیاین اول ببینیم باتوینگ چیه. همه ما وقتی که وایسادیم یه قوس طبیعی تو ستون فقراتمون داریم و وقتی شروع به اسکوات نشستن میکنیم معمولا این قوس طبیعی تا 90 درجه حفظ میشه، اما تو بعضی از آدما بعد از 90 درجه باسن شروع به چرخش به پایین میکنه و کمر از قوس طبیعی خودش خارج میشه که به این چرخش استخون لگن باتوینگ میگیم. این اتفاق به دلیل چرخش خلفی استخون لگن یا همون پوستریور پلویک تیلت اتفاق میافته. باتوینگ میتونه مقدار زیادی از انرژیمونو هرز بده و کارایی و استابیلیتی کور یا همون مرکز بدنمون رو پایین بیاره که در نتیجه باعث میشه بتونیم قدرت کمتری رو هم وارد کنیم. اما خطرناک بودن یا نبودن باتوینگ رو تو 4 تا حالت بسط توضیح میدم. تو حالت اول اگه سالم هستی و اسکوات با وزن بدن انجام میدی، داشتن یه مقدار کمی باتوینگ میتونه خیلی مسئله مهمی نباشه و باعث آسیب به کمرت نمیشه. تو حالت دوم اگه داری اسکواتتو با وزنه انجام میدی و میتونی چرخش لگنتو بعد از رد کردن 90 درجه ببینی، ادامه دادن این پوزیشن در طول زمان با وزنه های سنگین خیلی کار درستی نیست و میتونه خطر آسیب به دیسک کمرتو بالا ببره. تو حالت سوم اما اگه یه مقدار کمی باتوینگ تو قسمت خیلی عمیق اسکوات داری، اینم باز میتونه خیلی جای نگرانی نداشته باشه. تو حالت چهارم و آخر اگه پیشینه یا آسیب کمر داری، داشتن باتوینگ تو اسکوات چه با وزن بدن یا با وزنه میتونه برات ریسک بدتر شدن و دردناکتر شدن آسیب کمرتو داشته باشه و اصلا توصیه نمیشه. این اتفاق به دلیل تفاوتای آناتومیکی تو مفصل لگن رخ میده. موقع اسکوات زدن استخون رون پا به جلو خم میشه و تو بعضی از آدما مقدار فضایی که این استخون تو مفصل لگن برای خم شدن به جلو داره کمتره، در نتیجه به انتهای دامنه حرکتش تو مفصل لگن میرسه و دیگه جایی برای حرکت نداره. پس اگه بخوایم پایین تر بریم، استخون لگن شروع به چرخش میکنه و به پایین کشیده میشه تا بدن بتونه توی این موقعیت قرار بگیره. و یکی از راحت ترین راه حلایی که میتونیم داشته باشیم اینه که فاصله پاهامونو یکم بیشتر کنیم و یکم هم پنجه های پا رو به بیرون بچرخونیم. اینجوری ممکنه استخون رون برای به جلو خم شدن فضای بیشتری تو مفصل لگن پیدا کنه و چرخش لگن کمتر بشه. میتونیم یه تستی انجام بدیم. به کمر دراز میکشم و پامو مستقیم توی سینم جمع میکنم. از یه جایی به بعد پام دیگه نمیتونه بیشتر از این توی سینم جمع بشه و این همون انتهای دامنه حرکتی استخون رون توی مفصل لگنم هست. اما اگه یکم پامو باز کنم و به پهلو ببرم، رون پام بیشتر به سینم نزدیک میشه. اگه شما هم مثل من با تغییر زاویه پاتون بیشتر توی سینه جمع شد، پس احتمالاً تغییر فاصله بین پاهاتون توی اسکوات بهتون کمک میکنه تا باتوینگ کمتری داشته باشین. راه حل دوم بهتر کردن موبیلیتی مچ پاست. چرا که هرچی موبیلیتی مچ پات بیشتر باشه میتونی عمیق تر توی اسکوات بشینی بدون اینکه سرسینت مجبور به خم شدن به جلو بشه و باتوینگ کمتری هم داشته باشی. من قبلا یه ویدیوی کامل در مورد تست و تمرینای مربوط به افزایش موبیلیتی مچ پا درست کردم که یادت نره حتما بعد این ویدیو ببینی و تمریناتشو انجام بدی.
به عنوان راه حل آخر میخوام استفاده از کفشای وزن برداری رو برای تمرینات پا یا حرکات وزن برداری پیشنهاد بدم. این کفش به دلیل پاشنه بالاتری که داره کمک خوبی واسه جلوتر رفتن زانوها و بیشتر کردن موبیلیتی مچ پا هست. همونطوری که میبینی هم تونستم عمیق‌تر بشینم و هم سرسینم صافتر و بالاتره. اما اگه خرید کفش لیفت برات مقدور نیست، میتونی از یه جفت پاشنه این شکلی توی کفشت استفاده کنی، اما خب نمیدونم از کجای ایران میتونی تهیهش کنی. استفاده از یه وزنه نازک زیر پاشنه پا هم واسه وزنه های سبک قابل انجامه، اما چون استابیلیتی رو پایین میاره تو وزنه های سنگین این کار میتونه یکم خطرناک باشه. امیدوارم که باتوینگ رو کاملا متوجه شده باشی و حتما سه تا راه حلی که بهت گفتم رو به کار بگیر تا بتونی اسکواتت رو صاف‌تر و با استایل بهتر بزنی. اگه فکر میکنی این ویدیو واسه دوستات میتونه مفید باشه حتما براشون بفرست و اگه ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که لایک کنی و کامنت بذاری. اگه هم ایده و این موضوع خاصی مد نظرت هست که دوست داری در موردش برات ویدیو درست کنم حتما توی کامنت ها به هم بگو. خوشحال میشم اگه بتونم کمکت کنم. موفق باشی.